آوردند که حکیمی دانا سالها در کنجی عزلت گزیده و زندگانیش را به یک طرف گرفته، یعنی این خیالش نیست اصلا. خلاصه ادامه ماجرا. تو را چه شده مرد؟ چرا سالهاست در این کنج عزلت گزیده ای؟ دیوانه شده ای؟ افسرده ای؟ یا یابسی؟ خب چهته؟ برو همسرم، برو، تنهایم بگذار. تو سالهاست فقط همین را میگویی. این بار به نزد سلطان داب میروم تا از او چاره ای بجویم. سلطان داب که در اندرونیش مشغول تفکر بود با فریاد زن قالب تویی کرد. چه شده بانو؟ چرا زجمویی میکنی؟ ترسیدم زیر خودم. شوهرم حکیم سال هاست در کنجی عزلت گزیده، گویا افسرده و منزوی شده. نمیدارم چه کنم. خدا شاهده. مشاور را بخبر. چه خبر؟ درود بر سلطان داف. چیز داف مخلصم. چه شده سلطان؟ عزلت گزیده. کی؟ شوهرم حکیم. آها، خب چه کنم؟ این ماه حقوق تو نمیدم، قیمت هم قطع میکنم که بفهمی چیکار کنم. آها، مشاوره بدم. بهتر است نزد خود حکیم برویم تا سال ها عزلت گزیدنش را، یعنی بریم ازش بپرسیم چرا مثلا این کارو کردی. مالیدی با این مشاوره دادنه. بریم. حکیم تو را چه شده؟ چرا سال هاست در این کنج عزلت گزیده ای؟ به ما بگو چرا سال هاست در این کنج عزلت گزیده ای؟ چون فقط همین کنج آنتن میده.